سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. خدمتون هستم که بتونیم روی پلتفرم تینگ اور سوئیم از امری ترید یا ای ترید یا یک دو تا دیگه بروکر هستن که از این پلتفرم استفاده میکنن، بتونم یه مقدار جهت آشنایی بیشتر خدمتون باشم، بگم چجوری میشه از این استفاده کرد و چه کارهایی رو میشه باش انجام داد. اون اولی که باز میکنه یه مقدار زیادی در واقع اخبار و این چیزا اینجا هستش. به محض که بیاید بزنید روی این چارت، روی این کلمه چارت که بزنید، شما چنین تصویری رو خواهید داشت. من خواهش دارم که دوستانی که این پلتفرم رو دارن الان پا به پای من این کار رو انجام بدن، این رو چارت بزنن. لطفاً به من یه به اصطلاح علامت چیزی تو گروه بزنید توی که من ببینم شما تا این مرحله پیش اومدید که من ادامش رو برم. دوستان انجام دادن، این چارت رو زدن. خب ببینید این بالا همین سمت راست نگاه بکنید، موس من رو امیدوارم ببینید، اینجا که بزنید باز میشه. اگر چند تا خونه بخواید، 5 تا 6 تا پنجره، هر چی بخواید، اینجوری براتون پنجره باز میشه که شما میتونید در واقع پنل ها یا در واقع ویندو های متفاوتی داشته باشید، نماد های متفاوتی رو به اصطلاح انجام بدید و داشته باشید. ببینید تسلا مثلا و AMZN، اینها اپل هستش. خب چیزایی که میبینیم اینجا نگاه بکنیم، میبینیم که ما حالا یه ارنینگ داره اعلام میکنه، اینجا والیوم داره که یه مقدار میتونه آزاردهنده باشه و ما نیاز نداشته باشیم. اگر بخواید پنجره ای رو بزرگ بکنید میتونید اینجوری بهش فضا بدید، یا اینه که اصلا اگر اشتباه نکنم اینجوری روش دابل کلیک بکنید بزرگ میشه. دوباره اینجا نشونتون میده که شما پنجره قرمز وسطی رو نشون میده، میتونید به پنجره بعدی ببخشید اینجوری روش دابل کلیک بکنید برگرده پنجره قبلی. آها اینجوری ببخشید، دابل کلیک نمیشه، با این علامت فلش میره پنجره بعدی و دوباره برمیگرده اول. این کارو میتونید انجام بدید، یا اینی که برگرده به این حالت ستایی که حالا پنجراتون رو دوباره ادجاست میکنید. خب فرض کنید ما روی این میخوایم کار بکنیم، دابل کلیک میکنم دوباره روش. حالا الان دبل کلیک کردیم شد، الان نمیشه. جالبه، بذارید من اینو درستش کنم. خب فرض کنیم ما این پنجره رو میخوایم کار کنیم، میخوام اینها رو ازش بردارم، این والیوم رو و این ستا رو ازش بردارم. این قسمتی که اینجا چرخنده هستش رو میبینید، روش میزنید، روی این قسمت اپیرنس قسمتی هستش که به اصطلاح ظاهر رو نشون میده، میتونید روی گرید کلیک بکنید که این خطوط افقی که میبینید برداشته بشه. شما اپلای که میکنید میبینید چارتتون تمیزتر شد. اینجا بک‌گراندتون هستش که میتونید هر رنگی که دلتون میخواد انتخاب بکنید. من رنگ زغالی دوست داشتم، رنگ زغالی گذاشتم. شما هر رنگی که دلتون بخواد میتونید داشته باشید. یه پیش‌فرضایی هم داره اینجا چند تایی، من رو همین رنگ زغالی گذاشتم، بیشتر برام جالب بوده. خب روی این اکویتیز تشریف بیارید، این شو والیوم ساب گراف رو اگر بزنید اپلای کنید، این قسمتی که دیدید رفت. و اگر بیاید اینجا شو کورپوریت اکشنز رو بزنید، میاد این اطلاعاتی که این پایین این تلفن و این علامت چراغ آبی هستش، اینها هم میره. خب الان شما یه تصویر ترتمیز و منظم و خوبی دارید. حالا چه کارهای دیگه بعد میتونید انجام بدید؟ یه ایراد دیگه ای که هستش اینجا اگر نگاه بکنید، جایی که موس من هستش، اومده در واقع قیمت چسبیده به منطقه علیه سمت راست. اگر در نظر داشته باشید این اکسل پایین که هستش، اکسل زمان هستش و اکسلی که به سمت بالا هستش، حالا چه چپ رو در نظر بگیریم چه اینجا راست رو، این اکسل قیمت هستش. حالا توی اکسل زمان ما احتیاج داریم که فاصله پیدا بکنه با این، میایم اینجا نگاه کنید جایی که ماوس من هستش، نوشته تایم اکسس. روی این که بزنید اینجا نوشته اکسپنشن اریاتون رو میتونید هر عدد دلتون میخواد به اندازه 20 تا کندل، 30 تا کندل، 10 تا کندل، من مثلا میزنم 25 تا.
25 تا که بزنم اینجوری اپلای بکنم میبینی که فاصله گرفت از اینجا و این میتونه کمک بزرگی به من بکنه که من وقتی یک در واقع آها بعد روی نسبت آبیش میزنم که بزرگ بشه. وقتی که میخوام یک چارتی رو بررسی بکنم اگر این چسبیده باشه به این منتهای الیه سمت راست برای من مثل اینی که یک دیوار جلومه و نمیتونم تو ذهنم ایده پردازی بکنم، باید این فاصله داشته باشه، حتی فاصله شاید اندکی بیشتر باشه که ذهن من بتونه آینده‌ای که از این در واقع چارت رو میبینه پراجکت بکنه بره جلو و بعد بر اساس اون تحلیلامو انجام بدم. تا اینجا دوستان انجام دادن؟ سه تا کار اینجا من انجام دادم، یک در واقع سه تا پنجره چارت باز کردم. کار بعدی که کردم برداشتم صفحه چارتم رو ترتمیز کردم، والیومش رو برداشتم و اومدم اون دیتاهایی که بابت ارنینگ و مسائل دیگه هم بود رو برداشتم. روی این علامتی که مال ظرف آزمایشگاه هستش، آزمایشگاه شیمی که قبلا داشت اسمش یادم رفته، نگاه بکنید اینجا میاد به ما اندیکاتورها رو نشون میده. الان RSI که بیشترین چیزی هستش که ما استفاده بکنیم، به محض روش دبل کلیک بکنم خودش میاد این lower یعنی پایین در واقع چارت قرار میگیره. اگر نگاه بکنید خودش روش نوشته که پریود 14 هستش و 70 که بالا بود overbought بود و 30 پایین oversold رو هم داره. اگر اپلای بکنم میبینی که خیلی قشنگ میاد این پایین چارت من شکل میگیره و قرار میگیره. این رو میتونید شما هر چه مقداری بخواید پایین و بالا بکنید. اگر اندیکاتورهای دیگه مد نظرتون هستش ببینم داره، مثلا ری بی بیر پاور میتونید اضافه بکنید، بعد بهتون میگه روش کلیک میکنید بهتون دوباره اومده این پایین براتون گذاشته چنین چیزی رو. اگر براتون اهمیت داره میتونید استفاده بکنید، اگر نخواستید میتونید روی همینجا کلیک بکنید و این رو در واقع حذفش بکنید. جای دیگه به این راحتی نمیشه حذف کرد. دوباره میگم هر کدوم رو نخواستید میان روی این علامت شیشه آزمایشگاهی میزنید و اینجا علامت ضرب در رو داره میزنید پاک میکنید. یه اپلای که بفرمایید اون پاک شده رفته. به صورت اتوماتیک وار این قسمت بالا رو حالا قرمز و پایین رو آبی فیروزه‌ای داره نشون میده. اگر خواستید دوباره همین قسمت وارد میشین، اینجا که بزنید روی این چرخ دنده که بزنید به شما این امکان رو میده که بتونید رنگا رو عوض بکنید. مثلا من قسمت اورسولد از این رنگ خوشم نمیاد، من دوستم یه رنگ پررنگتری باشه، به این صورت انجام میدم. قسمت بالا هم میخوام یه مقدار رنگش قوی تر باشه که به چش راحت بیاد، اینجوری. من مثل بچه هم رنگای پررنگ رو دوست دارم. ببینید اینجا شد سرمه‌ای و اینجا شد قرمز. حالا اگه هر کسی هر رنگ دوست داره میتونه داشته باشه. شما پس میتونید ادجاستمنت ها رو به این راحتی انجام بدید. خب مطلب خیلی خیلی جالبی که داره این پلتفرم این هستش که این قسمت سمت چپ رو شما نگاه کنید، اینجا یک دکمه سنسیتیو داره اکتیو، اینجوری بزنید بسته میشه و کل فضایی که دارید فضای چارت هستش. اگر بیاید این وسط این رو اگر ببینید، نمیدونم مشخص هستش تو تصویر براتون یا نه، اشکان خان حالا اونم الان میرسم بهش. خب پس بزنید اول اون انجام بده. ببینید اینجا نوشته الان دی، این دی رو اگر بزنید بیاین پایین کاستومایز لیستش بکنید. خب نه اصلا من میخوام چیزای دیگه اضافه بکنم. الان شما اگر چارتتون در تایم روزانه قرار بدید بیشتر از یک سال نشونتون نمیده. اینجا شما میایید اد تایم فریم میزنید رو دیلی، روی دی ببینید نوشته در واقع یک سال بیشتر نشون نمیده. رو دی که میخواید بزنید میایید میزنید همون دی، بعد اینجا وان یه رو میزنید 20 سال. یه بار اد میزنید، حالا چون من اینجا قبلا اضافه کردم میگه این کار رو نمی کنم. الان فرض کنید من همین دیلی من اینجا هستش دی وان دی، روش کلیک میکنم، بعد میام ادیت میکنم همون کار رو انجام میدم. این دیلی الان من اینجا اول 20 سال بهم نشون داد، الان میام مکس اویلیبل میزنم. یعنی نهایت دیتایی که شما از یک چارت هستش، حالا امکان داره از 30 سال پیش باشه، مثلا طلا از 70 سال پیش هم هست، من از 57 سال پیش دیتا دارم بهتون نشون میده و این خیلی ارزشمند است. شاید بگید در تایم فریم روزانه به درد اون نمیخوره، بله من تایم فریم هفتگی دارم اینجا
تایم فریم هفتگی دارم، تایم فریم هفتگیتون رو ادیت بکنید، حتما این کار رو بکنید و این دیتاش رو بذارید رو مکس اویلیبل. اگه اول 20 year یعنی 20 years بهتون میده، به این 20 years رو بزنید یه بار در واقع عد که بفرمایید، دفعه دوم دوباره میایید ادیت میزنید و اینجا به جای 20 years میزنید مکس اویلیبل. بعد میتونید اینجا دوباره شما این تایم فریم مانتلی و کوارترلی رو ندارید، اد تایم فریم میزنید دیلی، اینجا به جای دی میزنید مانت. مانت که زدید اینجا رو میایید میگین که نهایتش رو بزنه براتون، اد که بزنید مثل این براتون در واقع یه چیز باز میشه. حالا چون من باز کردم اینو کنسل میزنم، ولی رو همین مانتلی اگر بیاید اول اینجا رو بهتون 20 years نشون میده که میاد رو ماکس اویلیبل میذارید. برای کوارترلی یعنی هر کندل معادل 3 ماه باشه در چارت هایی که بزرگ هستن به کارتون میاد، دوباره اد تایم فریم میزنید، اینجا به جای دیلی میایید کوارتر میزنید و اینجا هم میایید تایم فریمش رو، یعنی مدت زمانی که میخواد به شما این دیتا رو بده مشخص میکنید و بعد اد میزنید. چون من میام باز مشخص کردم اینو انجام نمیدم. خب پس اینجا تایم فریمتون براتون این کار رو به راحتی انجام میده. شما تایم فریم حتی میتونید 1 دقیقه اینجا اضافه بکنید، 5 دقیقه، حالا برای من هستش 5 15 30، 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و کوارترلی رو چطوری که اضافه بکنید. ببینید اینا اد تایم فریم اینجا، ببین الان من 1 دقیقه رو میخوام اضافه کنم، فرضاً اومدم اینجا من میگم که میخوام به جای year، نه ببخشید اینجا کاستوم، حالا زمانم بهتون میده، مثلا میگین از سال مثلا 1985 مثلا به شما دیتا بده میشه، ولی اینجوری به صورت دیلی هم بهتون میده. اینتراده اگر بخواید به صورت 1 دقیقه هم بهتون میده. اگر 1 دقیقه بخواید بگیرید الان مثل من که اینجا اعلام کردم، 1 دقیقه، 2 دقیقه، هر چی بخواید اینجا ببینید میتونید خودتون تشخیص بدید مثلا بگیرید و استفاده بکنید. اگر 1 دقیقه من بخوام این تو اینترادی هستش، اگر دیلی و 1 ساعته بخواید اینجا انجام میده، اینترادی زیر 1 روز اینجا میتونید انجام بدید تو اینترادی. بعد میایین حجمی که از 1 دیتا بهتون بده برای اون مدت زمانی که تعیین کردید اینجا بهتون میده. من مثلا میام میگم آقا جون برای 1 دقیقه اگه امکان داره به من مثلا 5 روز دیتا بده. شما توی 1 دقیقه 5 روز دیتا رو نمیتونید تو تصویرتون داشته باشید، ولی حالا اینجا من اگه اد بکنم میبینید که 1 دقیقه اضافه شد. حالا 1 دقیقه رو من میتونم چیکار کنم؟ موو اپش کنم، بیارم بزنم اون بالای بالا به این صورت، یه اپلای میزنم، این تایم فریم برای من ست میشه و اینجوری بسته میشه. اینجا نگاه بکنید الان تایم فریم من 1 دقیقه دارم تا میاد پایین و این بالا بالایی نشونه که الان تایم فریم دیلی هستم. اگه من ویکلی بزنم این شد تایم فریم ویکلی از نماد تسلا. خب همینجا اگه یادتون باشه این اپیرنس میتونستی شما اینجا رنگ کندل ها رو عوض بکنید، مثلا border up، حالا هر رنگی مثلا اینجا به سبز دوست نداریم، یا من مثلا سرمه‌ای دوست دارم، اینجوری انجام بدیم. یه وقت رنگش میگین ده همون رنگ قبلی بهتر بود برمیگردیم. حالا امکان داره بذارید به جای این رنگ پر رنگ مثلا از این یاسی استفاده بکنیم ببینم چطور میشه. کسی امکان داره اینو داشته باشه یا همون رنگ قبلی سبزی که خودش بود، نگاه میکنید اون به اون صورت اصلی که خودش بود در میاد دوباره. یعنی اینها به این صورت که عرض کردم خدمتون قابل تغییر و ادجاستمنت هستش. کنار هر جایی که میره این سه تا خط و نقطه رو که میبینید در واقع ستینگش رو به شما نشون میده که چه کارهایی میتونید انجام بدید. اینجا هم همینطور به شما دقیقا این کارهایی که میخواید انجام بدید رو بهتون نشون میده. خب ما اگر بخوایم که جعب ابزار اینجا رو استفاده بکنیم، البته ببخشید این استادی که اینجا بهتون عرض کردم اندیکاتورها رو نشون میده، یه سری استراتژی های معاملاتی هم هستش که من حالا رو واردش نمیشم. اینجا هم شما میتونید دوباره همون استادی ها رو داشته باشید، کویک استادی میتونید دوباره آل بزنید، اینجوری مثلا بر اساس حروف الف با بیاید بگیرید. اگه بیاید روی آر میبینید که آر اس آی رو همون ابتدا داره بهتون نشون میده، ولی حالا
اینجا هم میتونید جانماییش رو قرار بدید، شاید یکی دو براتون راحت تر باشه، سر کردن یا چیزای دیگه هم اگر بخواید میتونه براتون باشه، چون راحت تر بود من از اینجا خدمتتون نشون دادم. اگر بخواید تصویر برای کسی شیر بکنید میتونه شیر انجام بدید اینجا. این پایین علامت فلش رو میبینید، اینجا جعبه ابزار شما هستش در واقع، این جعبه ابزار خیلی کمک کننده شماست. اگر الان بگید مثلا من میخوام ببینم که فیبوناچی ریتریسمنت کجاست، اگه روش بیارید نشون میده که هر کدوم اینها چی هستش. الان این علامت درصد ببخشید، این درصد علامت فیبوناچی ریتریسمنت هستش. روش که کلیک بکنید، این چارت یه مزیت داره، پایین ترین نقطه‌ای که در چارت هستش و بالاترین نقطه‌ای که در چارت هستش رو برای شما نشون میده. میایید میذارید رو اینجا، یه کلیک میکنید ببینید الان یه خط آبی شد که من اگه اینو دوباره بگیرم بکشم بالا، بالاترین نقطه‌ای که اینجا بوده برام بذارم، به رنگش تغییر کرد. سمت چپ اینجا به من نشون میده که درصد چقدره، سمت راست به من قیمت رو نشون میده. خب یه مطلب دیگه هم هستش که شاید دوست داشته باشید بدونید، میاید اینجایی که این وسط هستش ببینید، میاید اینجا که گذاشتید رنگ آبی شد روش رایت کلیک بکنید، Edit Properties، اگر چیزی بخواید کم یا زیاد بکنید میتونید به این اضافه بکنید. مثال میخوام بگم من اینجا احتیاج دارم 74% و 88.2% رو هم به این اضافه کنم. این میگه Added Curve، Curve رو که بزنید اینجا میگین من مثلا میخوام 0.74 رو داشته باشم که آغاز گلدن ریشیو توی ریتریسمنت ها هستش، و بعدش رو هم بذارم 0.882 که همون 88% ریتریسمنت هستش. این رو بعد سیو از دیفالتش میکنم که این همیشه باشه، خودش میپره میاد سر جاش میشینه. اگر من تصویر رو اوکی بکنم میبینید که اضافه میشه، تصویر رو ببینید اینجا، یکی اینجا یکی اینجا میاد اضافه میشه، ببینید اومد اضافه شد. حالا دوباره میرم اینجا، اگر خواستم من این رو تغییر بدم رنگش رو، میگم آقا جان این 88% برای من درصد مهمیه، هم میتونید ضخامتش رو تغییر بدید هم رنگش رو میتونید تغییر بدید. میگم آقا جان این رنگی که من میخوام مثلا میخوام قوی تر باشه، به این صورت باشه، برای من انجام بده. یه سیو از دیفالت هم میزنم، آها اینجا باید اول اوکی کنم، سیو از دیفالت و انجام بدم. اگه بخوام تفاوت اینا مشخص باشه، اینا رو باید با یه رنگ دیگه مشخص بکنم که این 88% من 62%. اینها رو میبینید به این صورت رنگ ها رو میشه تغییر داد. چیز خیلی مهمی هستش برای ما که بتونیم با فیبوناچی کار بکنیم. فیبوناچی در واقع پایه تمام علوم تکنیکال هستش که میشه استفاده کرد. ببینید رنگ تغییر کرد، الان 88% من مشخص تر هستش. میشه تمام اون تغییراتی که شما میخواین رو درش انجام بدید. میتونید از این قسمت تا این قسمت سمت چپ و راست رو نداشته باشه، به روش دوباره دابل کلیک بکنید و توی اکتیو دراینگ کارهای دیگه که میخواید انجام بدید رو انجام بدید، یا پراپرتی یا بر تقدیر هر کاری که میخواید اینجا انجام بدید. Extrude Extension میخواید داشته باشه آف میزنید، اگه اوکی کنم ببینید چه اتفاقی افتاد، تمام اطلاعاتتون اینجاست که شاید زیاد جالب نباشه چون ما اینو میخوایم، ببخشید من نمیخواستم بکشم، اشتباه شد. روی این علامت میزنید، ساب کنید، Remove All Drawing، دوشو. نه اینو من الان میخواستم پاک کنم، خب ریموف دراینگ میکنم. اینجا من میخوام این بیفته سمت راست، این داره همش رسمیت جدید میزنه، بیان روی این چجوری من اکتیوش کنم، ساب کنیم، باید بیام این از این رو بردارم بیام روی این قسمت. حالا میتونم اینو اکتیو کنم، Edit Propertiesشو که انجام بدم آن باشه، Left رو Left Extension آف میکنم، Right Extension آن میکنم. الان ببینید قصه فرق میکنه،
یه سیو از دیفالت هم میزنم. پس اون برم هنوز آنه که لفت اکستنشن رو من، آها چون از اینجا شروع شده این قسمت رو تا اینجا هم نشون میده، هیچ کاریش دیگه نمیشه کرد. شو پرایس on the left on the right، این را هم میتونین انجام بدین که حالا پرایس بیاد این قسمت انجام بده، on the left انجام بده یا نه. ببینین اگر اوکی کنم درصد کنارش قیمت پرایسش هم اومد این ور نشست. خب اجازه بدین این قسمت خیلی باز چیزای جالب دیگه ای هم داره که میتونم خدمتون عرض بکنم، استفاده میتونید بکنید. یه قسمتی داره این پنل سمت چپتون، هر چیزی بخواید میتونید انجام بدید. بذارین اول اینو پاک کنم که زیاد خستتون نکنه. این بالا اطلاعات حسابتونه، این الان اکانت سیمولیتر هستش، اکانت دمو هستش، من باز کردم که به اصطلاح روش دارم کار میکنم. حالا این اعداد ارقام مهم نیستش، ولی توی از حساب ریلتون این رو به شما در واقع حساب لحظتون رو نشون میده. این لایو نیوز جالب بدونه، حتی امروز که در واقع تعطیل هستش داره به تایم داره آپدیت ها میاد که مثلا الان پاپ آیز چیکار کرده، لوکینگ فور انادر سلز بامپ، حالا چه اتفاقاتی میفته. حتی روزهای تعطیل داره به شما نیوز میده. اگر کسی بخواد نیوز رو دنبال بکنه میتونه این خیلی چیز خوبی باشه. اگر بخواید کارهای دیگه ای انجام بدید، مثلا میخواید دو تا دونه سهام دیگر هم کم و بیش اینجا تو ذهنتون داشته باشید غیر از این ستایی که اینجا هستش، غیر از این ستایی که به هر دلیلی اینجا دارید، بخواید سهام دیگه هم داشته باشید کوچک کنار در واقع چشمتون، میتونید اینجا این کارو بکنید. چی کار میکنید؟ میاد روی اینها کلیک میکنید، این بالایی ببینید نوشته دیاتچ گجت. اگه دیتچ بکنید این خودش پنجره میشه، شما یه دفعه مثلا میخواید مثلا یه چیزی رو بخونید، حالا بذارید اینو من بردارم اشتباه اصلا بگم آوردم بهتره، شما میخواید نیوز رو بخونید درسته، دیتچ نیوز میکنید، نیوزتون بزرگ میشه اینجوری و میتونید راحت بخونید، رو هر کدوم بزنید ببینید چه اطلاعاتی رو بهتون میده. اومد روی مونیتور دومی من نشست، بزنید بیارمش بالا ببینید میاد اطلاعات دقیق هر نیوزی رو که میخواید بهتون میده، این پایین شرح میده که چی هستش. خب حالا اینو میخواییم ببندیم، ولی این اصل کاری سر جاش هستش. میگین خب من الان اینجا میخوام یه چیزی داره به نام در واقع تلویزیون خود تی دی امیریترید، اینجا سویچ گجت میکنید، هر چیزی که بخواین اینجا بهتون اعلام میکنه که چی میخواین انجام بدید. اگر اینفورمیشن بخواید، اگر ماشین حساب بخواید ماشین حساب میاره، اگر کارهای دیگه بخواید دوباره سویچ گجت میکنید، اینجا تریدر تی وی میاره، اخبار مهمی رو که در واقع پخش میشه مثل سی ان ان مانی و این چیزا امکان داره، من دقیق ندیدم، میتونه باشه. اینجا پلی میکنید و صداشو میتونید تنظیم بکنید، میتونید با به اصطلاح در واقع با اون کلیکی که من کردم. Important to remember that over time the premiums calls can add up to potentially enhance portfolio returns. Now a buy right با این دکمه در واقع توی پنجره بزرگتر اومد و داره پخش میشه. حالا اگر بخواید کارهای دیگه ای بکنید، اگر بخواید اسکرین بکنید یا واچ لیست درست بکنید برای خودتون که واچ لیست خیلی مهم هستش، اینجا میتونید واچ لیست درست بکنید برای خودتون. اینجا در واقع سلکت واچ لیست میکنید، اگر اکا پوزیشن هایی که الان دارید میتونید اینجا داشته باشید چون سیمولیتور هستش چیزی نشون نمیده. و اینجا من یه جوری بود اد میکردم، اجازه بدید من اینو یه لحظه نگاه بکنم. واچ لیست، خب آها برای واچ لیستتون چیزایی که میتونین انجام بدین، اینجا سیمبل لاست نت چنج ویدیو اسک داره، من معمولا این ویدیو اسک رو برام احتیاجی نیست برمیدارم، نت چنج هم برمیدارم. اگر اینجا لاست پرایس داشته باشه، لاست همون لاست پرایس لاست هستش، اینجا چیز دیگه ای نداره. تنها چیزی که من به این اضافه میکنم برام مهمه والیوم هستش.
خب اینجا این والیوم اومد، والیوم اضافه میکنم، در واقع یک سیمبولی رو اضافه میکنم. ولی چرا اینجا انجام نمیده الان؟ create watch list ببخشید، من سوتی دادم. اصلا watch list نیمتون رو میتونید بزنید هر چیزی که دلتون میخواد. خب حالا داره آبه رو منو میبره. من اینو پنج روز درست کردم که آها ادیت که میزنید بعد اینجا سیمبول باید بتونید وارد بکنید. add symbol مثلا PSLA اینتر که بزنید PBH add symbol PBH و ال آخر میتونید سیمبول وارد کنید. سیف که بکنید میاد باید بیاد اینجا بشینه ولی الان نشون نمیده. آها اینجا یه چیز جالبی هستش، تاپ 10 گینر ها هستش، اینها رو میتونه نشون بده به شما. فقط نمیدونم چرا داره الان آها بزنیم ببینم چیزی هم که من درست کردم اونجا نشون میده یا نه. آخر اینها باید این اسم صدر باشه که چند تا اینا مگه این چیزایی که اینجا میبینید تمام این در واقع باچ لیست هایی هستش که میتونید درست بکنید و نهایتا صدر اومد اینجا. من واچ لیست که داشتم خودم درست میکردم و میبینید، ولی میگم چیزای خیلی جالب تری داره. ببینید پابلیک چیزایی که هستش مثلا S&P 500 این رو میتونه شما اینجا داشته باشید، بر اساس سکتورش مثلا اطلاعات دقیقی به شما میده میتونید کار بکنید. چیز دیگه که خیلی با اهمیت هستش میتونید انجام بدید، میتونید یه دونه اینا رو تبدیل بکنید به اسکرینر. اسکرینر انجام دادن اگر خواستید که چارت رو انجام بده اینجا دوباره یه کویک چارت میزنید یه چارت دیگه باز میشه، ولی دارید کویک کوت بخواید دوباره یه سری اطلاعات رو کویک کوت بهتون میده بعد اضافه بکنید اینجا. ولی بذارین اسکرینر رو من انجام بدم چون اسکرینر خیلی چیز مهمیه. آها لول 2 و لول 1 رو هم اگر خواستید اینجا بهتون میده. الان مارکت بسته است، لول 2 رو اینجا بهتون میده. این بالا سمت راست رو میبینید من کجا هستم، اینجا بهتون یه سری اطلاعات میده که اینجا میتونید ترید بکنید روی این همین نماد رو یا چیزای دیگه. اگه بیام روی این ترید رو بزنم اومدم روی این زدم که این بالا آبی شد، الان ترید رو بزنم باز دوباره اون شد که آها این اینجا سمت راست خودشه، ببخشید سوتی داشتم میدادم. اینو باز بکنین میتونین کارهایی رو انجام بدید برای خرید و فروش کردن. به اینجا میام، فقط بذارید من اینجا این کاری که میخواستم انجام بدم رو انجام بدم. اکانت اینفو واچ لیست واش لیست بعد تو واش لیست یادمه آها اینجاست. تو واش لیست میتونین اسکن و اسکنر درست بکنید به این صورت که مثلا بگین حالا چه مشخصاتی داشته باشه. خیلی جالبه این که اگه بخواید باش کار بکنید بخش استاک مثلا میتونید چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنیم. بذار من ببینم چی الان اینجا مثلا میخوام. لست قیمتش چقدر باشه، مینیمومش مثلا میگم $10 باشه، این صد شد $10 باشه، ماکسیمومش مهم نیست. میگه که 8741 سهم هستن که از $10 بیشتر باشن. میگن والیومش میخوام مثلا از 100,000 برای من کمتر نباشه. به شما میگه که خب از این 8741 حالا باز 4645 داشت، از 100,000 تا بیشتر هستن. این نت چنج رو من احتیاج ندارم،
برمیدارم بذار مارکت کپ بذارم، مارکت کپش رو میگم مثلا از 100 میلیون. ببینید اینجا مخفف ام داره، یعنی از 100 میلیون مثلا به بالا باشه. میگه خب حالا توی این 8700 تا 7612 تاش بالای 100 میلیونن، ولی اگه بخوایم والیومشون هم در نظر بگیریم که بالای 100 هزار باشن، 4600 خورده ای بیشتر نخواهند بود. اگه اد فیلتر بخوایم بزنیم، این خیلی خیلی قشنگه اینجا که شما میتونید استاک رو بذارید. اگر کار آپشن انجام میدید آپشن اینجا باشه، اگه فاندامنتال بخواید انجام بدید اینجا فاندامنتال میتونید اضافه بکنید، مثلا بگید که کارنت ریشیوش بالای مینیموم 3 باشه یا 2 باشه. اگر چنین کاری رو انجام بدید میگه که خب باز شما 2897 تا چنین چیزی رو دارید. میتونید دوباره اد فیلتر بکنید، بگید استادی، استادی یعنی بحث تکنیکال رو دارید در نظر میگیرید. چطور شد؟ بگید استادی میخوام، استادی فیلتر allows can be based on the predefined استادی فیلتر. خب من تو پلتفرم ریل هم میتونم از استادی استفاده کنم، ولی اینجا چنین اجازه ای رو نمیده. من هیسل مجبور میتونید چنین کاری رو انجام بدید. اگه پترن خواستید که باز اینجا اجازه نمیده، ولی توی اکانت ریل میتونید انجام بدید، میتونید یه سری پترن ها رو هم اضافه بکنید. مثلا بگین اگه فلگ بود، اگر نمیدونم هد اند شولدر بود، یا اگه دابل بادوم بود، دابل تاپ بود، یا هر چیز دیگه اضافه بکنید. و به محضی که انجام شد بذارید من این کارن ریشیو هم که انجام شد اینا رو هم بزنم. خب دیگه چی میخوام؟ این اسکن نیم میخواد، اینم میزنم دوباره سطر یک یا تست فرق نمیکنه. سیف که بزنید بعد در نره فقط دستمون خب ببینم شما چه فرمایشی کردین. همیشه همه رو ماکسیمم بزنید مارز. خب اون چی؟ خب اون الان دوباره توضیح میدم که ابزار نکن، حتی ابزار نیستن اونها، یه واچ لیست خودش میده وقتی که واچ لیست میخواین درست کنید، ولی مهم اینه که شما واچ لیست خودتون رو داشته باشید. فقط این کرییت در واقع چیزی که من الان گذاشتم چطور شد؟ کجا رفت پس این؟ خب من اینجا یه چیز درست کردم، پرسونال صدر یک. این علامتی که دیدین علامتی بودش که در واقع نشون میده که این دنبال رادار هستش، رادارش رو بخواد به صلاح اسکن بکنه و به صلاح پیدا بکنه چیزایی که میخواییم. این واچ لیست، این اسکنر هستش. حالا ببینم چجوری میتونم رانش کنم. اینو انجام دادم برای که قبلا انجام دادم بتونم خدمتتون باشم، ولی حالا ببینم چیکار میشه کرد. خب چرا اینقدر شد؟ یعنی به این سرعت create scan create watch list، یعنی به این سرعت این اومده اسکن کرده. دمش گرم. میتونید اینجا، این الان رنگ زرد داره، اینجا ببینید این رنگ قرمزه، این رو میتونید با این ست بکنید، بگید خب شما رنگ زرد اینجا باشه، اگر چیزی رو اینجا کلیک کردید توی این خونه به شما نشون میده. الان من ANAB رو زدم اینجا نشون داد. میتونم این قسمت در واقع ترید رو ببندم و ببینم اگر مثلا در این یکی، این یکی رنگش قرمز باشه توی این خونه به من نشون میده AGN. به نظر استاک بعدی هم نمیاد. به این سهولت میتونید کاراتون رو تو هر جایی که میخواین انجام بدین، یا اگر روی نسبت آبی بالا بزنید بزرگ میشه، میتونید دقیق تر کار انجام بدید. خب تا اینجا فقط بحثی که سوال شد. ببینید خانم اینجا
این علامت شیشه آزمایشگاهی که هست، شما اگه روش بزنید نوشته Edit Studies، میاد جایی که این استادی میخواد بشینه به شما نشون میده. اینجا هر چیزی که بخواید میزنید، مثلا مکدی اومد براتون، اینجا اضافه میکنید، روش دابل کلیک میکنید، خودش میاد این پایین میشینه. اپلای که بکنید ببینید که مکدیتون اومد به این شکل اینجا قرار گرفت. یه مطلب دیگه، اینجا جایی هستش که شما ابزارهاتون رو دارید، در دسترستون هستش، مضافاً بر اینکه این بالا هم هستش. ولی اینجا اگه روی دست کلیک بکنید، اگه اذیت نکنه، شما میتونید با این کوچیک بزرگ بکنید. این ویکلی هستش، بزرگترین تایم فریم، زیاد نیست که دیتا از این نداریم. اگه رو دیلی بذاریم، آها حالا بهتر شد وضعیت، حالا بهتر شد و شما با این دست میتونید اینو اینور اونور بکشید، بالا پایین کنید. دقت کنید این علامت رو اگه رو منوال، اگر این دیتا از دستتون بره، الان ببینید این دیتا از دست من رفت، من نمیدونم کجاست، به این سادگی نمیتونم به دستش بیارم. به محضی که بزنم این رو، بزنم رو آتو، خودش این دیتا رو به اصطلاح دوباره میاره ادجاست میکنه، روی صفحه من نشون میده و من میتونم با اسکرول به اصطلاح این قرقره ای که از چرخی که از روی ماوس این رو به اصطلاح چپ و راست بکشم، ببینید به این صورت که میبینیم. خب تا اینجا دوستان سوالی دارن؟ عرض کردم اگه اینو نخواستید، بهترین جایی که میتونید دوباره برش دارید، برید همین بالا تو استادی، میایید کنارش رو مکدی، در واقع یه علامت ضرب در هست میزنید، برداشته میشه، اپلای کنید برداشته میشه. دوستان تا اینجا الان سوالی دارن؟ خیلی راحت، البته حالا میگم راحت، ببینید میایید اینجا سویچ گجت که میکنید، اینجا به شما واچ لیست میده، این پایین اینا ها واچ لیست بهتون میده، ولی اینجا به شما آپشن های بسیار زیادی میده. بای اندستری، یعنی شما اگه میخواییم بریم تو سشن انرژی، متریال، اندستریال، کانسومر، هر چیز دیگه، هلسکیر، فانانشیال، میتونید برید اینجا ریال استیت. الان مثلا این آل ریال استیت رو به شما داد. خب الان مثلا این قرمزه، این قرمز نیست، این زرده، بذار این قرمزش کنم، بیاین به این صورت داره به ما اعلام میکنه که تو سشن ریال استیت اینا هستن دارن کار میکنن. مثلا نماد AAMC قبل از اونش دیگه دیتای درست حسابی نداره. این پایین هم سال نشون میده، نگاه کنید، من اینجا میگیرم این تایم روزانه هستش، داره در سال 2009 به من نشون میده. اینجا خیلی اینجا فشرده هستش، ولی این ورتر که بیام قشنگ مشخصه که اینجا اصلا سال 2015 است، این 15 است، اینجا 14 است، سال 3-4 ماه اساسی هم یعنی مشخص در اینجا گذاشته. وقتی که من کندل رو نگه میدارم روش، به من میگه که کجا هستش، چجوری هستش. اگر یه مقدار بازترش بخواید بکنید، این پایین میتونید به اصطلاح انجام بدید، اون ذره بین به علاوه بزنید و ببینید. حالا یه مطلب هستش که خیلی مهمه ببینیم که این کندل یا این چیز چجوری هستش، دیتای دقیق تری به اون بده، بزنید میده این اینجوری یا نه. نه نداد متاسفانه، اینو من باید روش کار کنم ببینم چجوریه. آها، اگر شما روی این کندل نگه دارید، اون بالا رو نگاه کنید، اینجا رو دارم میگم، اینجا رو نگاه کنید، تغییر میکنه. شما اگر در واقع این ماوستون اینجا ببینید، اولا میتونید تو خالی هیچی نشون نمیده، یا اینه که هی از این ور اونور میپرم، یا ببینید یه خط اینجوری نشون میده، یا خط عمودی نشون میده، یا خط به علاوه نشون میده. اینو در نظر داشته باشید. حالا من ماوسم رو میارم میذارم روی این کندل قرمز. اولا که این پایین تو RSI میبینید آبی شد، اینجا رو میگم یا قرمز میشه، بسته به اینه که این اوورسولد اوورباد باشه به شما نشون میده کدوم کندل بوده. این قسمت بالا هم داره اطلاعات رو نشون میده. الان نیا که من وردم گذاشتم اینجا، به شما میگه 24 ماه جولای سال 2014 است، هایش 810.01 بوده،
لوش 729.5 بوده، کلوزش 747 بوده، آرش نمیدونم آر و وای به چه معنی اینجاست، نمیدونم، اونم داره به شما اطلاعاتش رو میده. خب اگر باز فرمایشی دارید بفرمایید. واش لیست هم گفتم که اینجا میتونید کار بکنید، بسیار چیزای جالبی داره این تاپ ها، تاپ گینر نزدک، تاپ گی... مثلا تاپ 10 اکتیو NSE NYSE ببخشید، و تاپ لوزر ها، تاپ گینر ها، اینا میتونید ببینید. مثلا این تاپ گینر NYSE هستش، CRC در آخرین روز کاریش بیشترین میزان گین رو داشته. اگر اینجا من بهش این والیوم کاستومایزش کنم، نت چنج رو اضافه کنم، پرسن نت چنج رو، به شما اعلام میکنه که این 50% افزایش قیمت داشته. خب دوستان، تا الان تا اینجا سوالی هست، فرمایشی هست من بهش بپردازم، یا اینکه مرخص بشم از حضورتون؟ دوستان صدای بنده رو دارین؟ خواهش میکنم، مطالب زیادی هستش که میخوام روی این کار بکنم. یکی از اون چیزایی که باید کار بکنیم این هستش که چجوری میشه روی این ترید کرد. بحث اینجاست که وقتی میخوای بیای روی ترید، الان چون بازار بسته است، فقط در واقع لیمیت اوردر رو باید بتونیم کار بکنیم، که اونم زیاد الان دستمون باز نذاشته. یکی اینجاست میشه این کار انجام داد، یکی این پایین اگر این علامت رو ببینید وقتی من بزنم، در واقع شما میتونید اوردرهایی که گذاشتید، سیو اوردرز رو یا اینتری اوردر رو، اینجا این سیو اوردر که الان چون سیمولیتر هستش چیزی ندارم من، و اینجا اینتری اوردر هستش، به صورت اوردرهای متفاوت OCO یعنی اوردر کنسل اوردر، یا اوردر OCO اوردر پیر، پیرش میشه اوردر ساپورت اوردر، یعنی شما اگه مثلا یه اوردر بای میذارید پشت بندش یه اوردر پیر یعنی همراه اون اوردر خروجیتون رو هم بذارید، و مسائلی از این دست که دارید میبینید که اگر یه تارگت داشته باشید با دو تا نقطه خروج، با سه تا نقطه خروج، با یه نقطه خروج، اینا همه رو داره. منتظر مارکت باز باشه که بشه روش یه تریدی رو گذاشت مشخص بشه. الان چون مارکت بسته هستش، این امکان اصلا باز نیستش. این رو هم کلیک میکنید که اصلا این دیگه تغییر نمیدونم حالا پایین قفلش برای چی بود. خب نمیدونم راست شو خواهیم بابت چیه، ولی فکر کردم اینه دیگه اجازه نده تغییر بکنه، ولی اجازه میده. سینگل اوردر بخواید بزنید یا هر، آها فهمیدم، اگر شما یه اوردر رو دارید که به صورت اوردر کنسل اوردر باشه، اگر این باز باشه بعدن میتونید تغییرش بدید، ولی اگر قفل بشه این اوردر که یه دونه میبندید، تمام اون سری اوردرها، دو تا یا سه تا اوردری که باش بسته میشه، قفل میشه و اینها متصل به هم هستن. اگر یکیش قرار باشه کنسل بشه، باید همش کنسل بشه، یا اینکه بیان اینجا قبلش باز کنید، نمیشه اوردر گروپ از نات لاکد، این واسه اوردر گروپه، ولی اگه سینگل اوردر بذارید احتیاج به این قفل نداره و میتونید استفاده بکنید. خب بحث اوردر گذاری رو من سعی میکنم پیگیری بکنم، حتما برای هفته دیگه یا حتی زودتر در تایم اداری اگر دوستان تشریف داشته باشن میتونیم روی این کار بکنیم. گزینه ترید اینجا بود، عرض کردم اشکان خانیم، بالا سمت راست هر به اصطلاح چارتی که بخواید اینجا هستش. اگه اکتیو ترید بخواید، خیلی چیز خوبی داره اینجا، در واقع به شما اون لول تویی که خیلی جاها یا مارکت دپت یا لول تویی که میگن اینجا هستش، در واقع مثلا اگه قیمت فعلی اینجا باشه هرچی بالا یا پایین بره، شما میتونید اگه دی ترید میخواید انجام بدید، یا اینکه میخواید کار خوبی رو انجام بدید، مثلا اینجوری یه کلیک که روش بکنید به شما میگه اوردر شما میخواید 100 تا دونه، میتونید کم و زیادش رو روی قیمت 828 بخرید. شما میتونید مثلا قیمتتون رو به اصطلاح کم و زیاد بکنید، مثلا اینجا اوردر روی این میتونید تعدادش رو کم و زیاد کنید، میگه من 100 تا نمیخوام و تعدادش رو کم و زیاد بکنید. حالا این میگه بعد مثلا شما اگه 100 تا بخواید روی این قیمت بخواید، چقدر با این پاور شما تحت تاثیر قرار میگیره، چون این داره ظاهراً یک مارجین اکانت رو نشون میده،
$408.50 میگه با این کاور شما تحت تاثیر قرار میگیره بابت این اوردری که اگر بخواید بذارید. فقط میگه اگه شیفت کلیک بکنید به این صورت اوردرتون گذاشته میشه، سینگل اوردر. اکانت مارجین هستش یا IRA اگر هستش بخواید استفاده بکنید. مولتیپل اکانت الوکیشن گروپ، اگر شما چند تا اکانت رو به هم متصل داشته باشید بخواید اینا همش بشه، اینا برای مانی منیجمنت ها هستن، یا الوکیشن گروپ در واقع یک مجموعه باشن که بخواید همشون براشون اوردر گذاشته بشه، اینجا میتونید کار بکنید. فقط این تعداد رو من نتونستم تغییر بدم چون 100 تا نمیخوام. مثلا بذارید ببینم، چون ادیت رو که بزنم، خب اینجا من رایت کلیک کردم، در واقع اون چیزایی که میخواین اومد، وید اوردر، کنسل اوردر، وید استاپ اوردر. مثلا شما میگین آقا جان الان اینجایید، شما اگه الان اینجا رو بزنید ببینید خودش بای استاپ رو میاره. نگاه کنید سبز نوشته بای استاپ فلان، مثلا بای 100 استاپ. اگر پایین رو ببینید نوشته لیمیت، اینجا رو ببینید فرق کرد. برعکسش هم صادقه، سل لیمیت اگر بخواید شورتی رو برید، پوزیشنی رو به شما اینجا مثلا نشون میده. اگر بالا برید بازم سل لیمیت داره، ولی اینجا پوزیشنتون فرق میکنه. این پوزیشنتون این هستش که شما اینجا وقتی داره پوزیشن پایین میره اینجا فروش انجام بشه. برای پوزیشن های شورت رفتن قصهش نمیده متفاوته که الان اینجا نشون نمیده. ولی اگر چنین کاری رو بکنید، میگم بالای قیمت فعلی بای استاپ رو نشون میده که قیمت تا به اینجا نرسیده براتون خرید نمیکنه، پایین اینجا لیمیت اوردر. بحث اوردرها رو اجازه بدید من ببینید اینجا که من کلیک کردم اومده الان این پایین اینجا برای من نشسته، من میگم 100 تا نمیخوام، 20 تا میخوام مثلا. اینجا ادیت شد، اینجا کانفرم اند سند میشه. اگر مثلا بیایید من بگم عرضم به حضورتون که اورد سیمبل CRC 20 تا دونه، این چیه؟ والیوم این یونیت. اوردر بای هستش، استاک هستش، لیمیت اوردر هستش رو 8.28 که اینجا من مشخص کردم میخواستم بذارم اینجا، و اینجا دیش رو میتونم گود تو کنسل. این چیز خیلی ساده و قشنگی کار کرده، خیلی قشنگه. یا اوردرتون روزانه است یا اوردر گود تو کنسل، یعنی این اوردر اینجا میشینه تا زمانی که شما کنسلش کنید. extended hours یعنی برای پری مارکت و افتر مارکت، قبل از اینکه مارکت باز شه و بعد از اینکه مارکت بسته بشه. و good to cancel واسه extended hours هم باز داره. بعد اینجا exchange رو زده، حالا اون exchange best هستش یا این منظورش در واقع intelligent میتونه باشه، باید ببینم. فکر میکنم منظورش همون intelligent باشه، من نشدم که ما exchange best داشته باشه، اگر هم هستش من بی اطلاع. پس این good to cancel میتونه باشه، order اون limit میتونه باشه. این رو اگر من خب این الان چه مشکلی داره، یه ایرادی داره میگه. خب confirm and send. الان اینجا من اگه send بکنم order رو، میره میشینه اینجا منتظره که برای من خرید انجام بده. penny stock میشه کار کرد ولی به شما forex نمیده. اینجا این بالا میبینید که وقتی نگاه بکنید، چرا forex هم مسکه میشه، بیاید forex هم میتونید کار بکنید. your USD این رو میتونید پنجره رو اینجوری کلمه ترید شو ببندید، اینم ببندید. your USD چارتش رو باز کنید، اجازه بدید یه لحظه. forex trade این از این، چرا دیتا نداره، این بر باید من چارت رو بزنم. آها
این ور سمت راست من 4 تا زدم به من این اطلاعات داد. بله اینجا میتونید ترید بکنید، ولی حالا باید باشون تماس بگیرید، اکانت باز بکنید. چیزی که الان میبینید من اکانت سیمولیتور هم هستش. چیزهای دیگه که میتونید کار بکنید اینجا داده all product. خب اینها در واقع آپشن هستش که میشه کار کرد. اینجا فیوچر هستش، میبینید که اینجا داده فیوچر. عرضم به حضورتون که این هم همون بحث اکتیف تریدر بود، یعنی همون لول 2 یا مارکت دپسش بود. مارکت اینجا زده بود دپت یا دپس، من اشتباه نگم. مارکت دپس دپت دپس. خب اینجا شما میتونید هم آپشن کار کنید، چیزی که الان اینجا میبینید آپشن چین، هم میتونید فارکس کار بکنید، هم میتونید فیوچر کار بکنید، همین که به حال پر ترید میتونید اینجوری چیزای دیگه کار بکنید. ولی اگر روی چارت بیارید بذارید این بالا و این رو هم ببندید، این رو هم ببندید، میتونید سهام کار بکنید. الان این چارت در واقع جایی هستش که میخواد برای من اوردر بگیره، بذارید اینو ببندم، ببینم اینجا چی کار میکنه. خب این چطور شد؟ بزن ببینم چرا اینجوری شد. چرا اصلا ما چارتمون رفت؟ چارت چارت جفتش اینجا دارم. من اون اوردری که گذاشته بودم کنسل کردم تا ببینم چه اتفاقی میفته. چجوری من این هیچ کارش نمیتونم بکنم؟ خب من این چهار تا از دست دادم، باید برم روش کار کنم ببینم چرا چهار تا از دست دادم تا خدمت شما دوستان عرض کنم. چون با این پلتفرم منم جدیدن دارم کار میکنم، باید ببینم قصه چیه که من این چهار تا از دست دادم و چجوری باید به دستش بیارم. اینم از پایان کار ما امروز. صبر کنید ببینم. آها این رفت روی 5 دقیقه. بله برگشت. چطور شد؟ اصلا کلن چارت داره اذیت میکنه. خب من باید ببینم این چه اتفاقی براش افتاده که این داره اذیت میکنه. خب دوستان اگه فرمایشی ندارین من از حضورتون مرخص بشم و ویدیو رو تا همینجا داشته باشیم و خاتمش بدم. بزن ببینم اینو اینجا ببندم. اینجا من چارت دارم، جالبه این یکی ندارم. حالا باید برم ببینم چرا این یکی رو چارت ندارم. دوستان فهمش ندارین؟ یه لحظه بذارید ببینم این دوست عزیزمون چی نوشتن. آقا مشتبه بله بله این گل سب کنیم یک سانس. من میخوام اوردر فروش بزنم که استاپ لیمیت. اوردر فروش بذارید یعنی برای سهامی که دارید یا برای سهامی که ندارید. آها
شما یک سهامی رو دارید میخواهید براش استاپ لاس بذارید که اگه یه حدی پایین تر رفت بفروشه و اگه به اون نقطه هدفتون رسید اونم بفروشه. بله داره، این همین برکت هستش، اگزیت برکت هستش که صحبت شد، order cancel order، وقتی که یکیش فعال میشه اتوماتیک وار اون یکی رو کنسل میکنه، شما اگر به هدفتون بخوره order استاپ لاستون رو کنسل میکنه، اگر خدای نکرد استاپتون بخوره اوردر هدفتون رو کنسل میکنه. چنین چیزی هستش، اجازه بدید مارکت باز بشه. من روی این پلتفرم کار میکنم خدمتون میگم. این پلتفرم ها اگر کار بکنه، اگه کسی میخواد به من توی گروه، تو رابین هود بعید میدونم چنین چیزی داشته باشه، رابین هود یه خورده هنوز به سال آماتور هستش تو این قضیه. شنیدم یه سری چیزای جدیدن اضافه کرده از وقت شده، یکی اسم تیدی امیریترید اومده مجانی داره کار میکنه، اونها دیگه اصلا حرفی برای گفتن ندارن. من حتی دارم از تیدی ترید استیشن سویچ میکنم بیام اینجا، فقط این مطلب میخواستم عرض کنم. اینو دوستان بدونید، اگر کسی رو شما ریفر بکنید به تیدی امیریترید، اون شخص تو 3 ماه اول $3,000 در واقع دپوزیت بکنه، به شما $50 بنفیت یعنی هدیه میدن، بونوس میدن. زیر $3,000 باشه هیچ چیزی نمیدن، ولی بازم ارزش داره که آدم دوستش رو ریفر بکنه اینجا، هیچ اشکالی نداره، بحث $50ش نیستش. مطلب خیلی مهم اینه که اگر شما جای ترانسفر کردید اینجا، قبلش با اینا صحبت کنین، اینها در واقع کامپنسیشن میکنن و اونو جبران میکنن براتون و میتونید از اون استفاده بکنید. فقط یه نکته دیگه، همیشه و همیشه و همیشه اگر با یه پلتفرم مثل این میخواییم وارد بشید، قبلش یه ایمیل بدید که بگید هر نکته‌ای داره، هر هیدن فی داره، هر چیزی داره که may apply in any condition to my account به من بگید. یعنی امکان داره بگن شما رفتی الان OTC کار کردی و به شما در واقع این هزینه خورده. اینا خیلی مهمه. گاهی وقتا به شما میگن به این در قسمت cost and fees برید بخونید، بگید نه من یه شخص هستم روتین دارم کار میکنم و امکان داره یه هیدن فی داشته باشه من ندونم، یا مسائل این چنینی، من دیتا لایو میگیرم باید پولی بدم یا نه، OTC کار میکنم باید پولی بدم یا نه. امکان داره بگن شما اگه بخواید مثلا سهام آلمان رو کار بکنید باید پول بدید، بگید نه من اونو کار نمیکنم. سهام آمریکا، OTC، نمیدونم ریل دیتا بدون لگینگ اگه بخوام کار بکنم مشکلی داره یا نه، اینا سوال بکنید به صورت ایمیل تا بتونید در واقع بدون دردسر استفاده کنید و کار بکنید. کامیشن این بروکر تا قبل از اینکه زیرو بشه $6 بود، 5.95 بود اگه اشتباه نکنم، یعنی حدود یه ماه پیش مجانی شده. حالا شاید برای یه عده شایبه پیش بیاد که خب چرا اینا این کارو میکنن، پس از کجا سود میکنن. من رفتم تحتش رو در بردم راستش رو بخوای، قصه این هستش که اینها از اون اکانت مارجینی که شما استفاده میکنید، از اون پولی که به شما میدن، مثل یک بانک میمونه که به شما یک پولی رو میدن، بهره ای که از اون پول میگیرن براشون درآمد خیلی عالی داره در طول سال. نگاه به سرمایه اندک بنده حقیر چند هزار دلاری نکنیم، اونایی که سرمایهشون سنگین هستش و مارجین اکانت میگیرن و به اصطلاح رقم های بالا دارن از این مارجین استفاده میکنن، باید بهرهش رو بدن. حالا بهرهش مثل بانک 20% 19% نیست، یه رقم بین 5-7% میتونید ازشون بپرسین دقیقاً به صراحت بعد بهتون بگن، ولی همون هم برای اینها یک سوداوری خیلی خوبی میتونه داشته باشه و میتونید سوال بکنید. حالا عرض شدش که کامیشنش فری الان، ولی اینها منبع درآمدشون از همین قصه که عرض شد خدمتتون. رابین هود مشتبه خانون اوردر کنسل اوردر رو نداره، تا جایی که بنده میدونم نداره، ولی میگم این انقدر این پلتفرم خوب هستش که من خودم از ترید استیشن میخوام سویچ کنم اینجا. خب دوستان اگر امری فرمایشی نیست من از حضورتون مرخص بشم. خوش و خرم باشید دوستان. فقط اطلاع رسانی میکنیم انشاءالله در طول هفته بابت این اوردر گذاری من یه بار دیگه خدمتون خواهم بود که نحوه اوردر گذاری هم خدمتون بگم. خوش و خرم باشید، خدا نگهدار.